توی جلسه قبلی با دکتر هوبان صحبت کردیم در مورد چرا این پوکی استخوان پیش میاد و یکی از دلیلا بود acidic foods، بله، غذاهایی که اسیدی داره، thyroid، بله، و یکی دیگه‌ش هم بود تیروئید بود اسیدی و هورمون‌های خانم‌ها. خب حالا می‌خوای بدونی که چرا اگر اسیدی باشه باعث پوکی استخوان میشه؟ بله، یادته یه بار صحبت کردیم راجع به شیر صحبت می‌کردیم که گفتیم وقتی که بدن اسیدی بشه به خاطر اینکه باید اینو خنثی‌اش بکنه این اسیدو، به چی احتیاج داره؟ به موادی که قلیایی می‌کنن. 4 تا عنصرن که اسیدو قلیایی می‌کنن، یکی پتاسیم، یکی سدیم، یکی مگنزیم، یکی کلسیم. و چون اونای دیگه، اون ستای دیگه زیاد در دسترس بدن نیستن، کلسیوم رو مجبور میشه بدن لیچ بکنه و از استخونها بکشه بیاره توی خون، که این دو تا خطر داره. یکی این که پوکی استخوان ایجاد میشه کم کم، یکی این که اون کلسیومایی که لیچ کرده ورده توی خون حالا دیپازیت میشه، رسوب میکنه جای مختلف بدن، که اونم گفتیم چقدر میتونه مبد. برای همین کسانی که پوکی استخوان دارن خیلی آمادگی مثلا آرتروز دارن، یا آمادگی ناراحتی عروق میتونن داشته باشن، یا سنگ کلیه و خیلی چیزای دیگه، به خاطر اینکه این کلسیومشون که جذب نمیشه، به خصوص اشخاصی که یا لمه قرص کلسیومی که نوع درستش نیست میخورن و اشخاصی که یا لمه لبنیات میخورن. بله. این علاوه بر پوکی استخوان میتونه اینا رو دوچار مشکلات دیگه هم بکنه. بله. یکی چند تا چیزای دیگه دلیل دیگهش، مثلا یکی دیگه این که خب همه اینو میدونن که ویتامین دی اگر کم بود باشه میتونه اون هم باعث عدم جذب کلسیم بشه. پس خیلی مهمه که ما مطمئن بشیم که ویتامین دی دون کافیه. یکی از بهترین راه‌های ویتامین دی چیه؟ خورشید. نور آفتاب، خورشید. دقیقاً. که همیشه خیلی خوبه که از کم شروع کنی و بدن اون رو اکسپوز کنی به نور خورشید. و نور آفتاب خیلی فواید زیادی داره. هنوز ویتامین دی میرسه با ما اگه SPF بزنیم؟ نه. ضد آفتاب اصلا چیز خوبی نیست. پس شما فکر می‌کنید ساعت چند ما بریم تو خورشید که وقت خوبی باشه که نسوزیم؟ ولی شما تو قرار نیست برید توی خورشید، اگه هیچ ساعتی نمی‌تونید برید توی خورشید. معلومه اینه که نور آفتاب بهتون بخوره. من فکر کردم که بعد قشنگ نور آفتاب به ما بخوره. بله، ولی توی خورشید نمی‌رید. خورشید خیلی داغ اگه بخواید. بله. ما تنینگ، همه عاشق تنینگ. بله، درسته. خب ببین، یه ساعتی هستش که به قول معروف میگن تیرکش آفتاب. بله. بستگی به فصل هم داره. بعضی از فصل خب یه مقدار آفتاب قوی تره، تابستونا. خب مثلا سعی میکنیم که بین ساعتهای فرض کنم مثلا ساعتهای دیگه 11 تا 3-4 نریم. ولی اگر بدنمون یه مقدار آمادگیشو داشته باشه اون موقع هم هیچ اشکالی نداره. منظورتون چیه؟ یعنی به اندازه کم کم عادت کرده باشیم به نور خورشید. بله. و زیاده روی هم هیچ وقت نباید بکنیم. نور خورشید خیلی خوبه برای ما، خیلی مفیده، خیلی مناسبه، ولی نه تا اون حدی که بدن بسوزه. ببخشید، پس شما منظورتون ما میتونیم تو سایه باشیم یا زیر یه چت ولی بیرون باشیم؟ نه، اون به شما نور خورشید نه، بعد نور خورشید مستقیم بهتون بخوره. خورشید باید اون نور به شما میخوره، ولی اون یعنی ممکنه مثلا روشنایی اطرافو ببینید، ولی نور خورشید بعد به بدن بخوره تا اینکه بتونه ویتامین دی رو جذب کنه. حتی میگم که تنینگ و اینا من خودم خیلی سعی میکنم از خورشید دور باشم، مثلا همیشه زیر چترم یا کلا سرمه یا بلیز بلند. پس این اتفاقا اشتباهه، باید سعی کنم بذارم این نور بخوره. بله بله بله، به خاطر اینکه خیلی میتونه فواید زیادی داشته باشه و وقتی ما خودمون رو محروم میکنیم از نور خورشید و اکثر مواقع توی ساختمان‌های هستیم با این چراغ‌های مهتابی و غیره. بله. بسیار مضره اون برای ما. اگه آدم ویتامین دی دیفیشنت باشه، نداشته، کم بودی داشته باشه، این چیکار میکنه به بدن؟ خب ویتامین دی که الان یکی از به هر حال معروف‌ترین ویتامین‌ها شده. من حامله بودم به من ویتامین دادن. بله. و خب خیلی ها کمبود دارن در ویتامین دی، به خاطر دلایل خیلی زیاد. فقط این نیست که نور خورشید بهشون نمیرسه، دلایل خیلی خیلی زیاده. ویتامین دی انقدر مهم شده که تقریبا میخوان از خانواده ویتامین درش بیارن بذارن جزء خانواده هورمون ها. انقدر چیز مهمی هستش. و خب رژیم های غذایی خیلی بد خیلی میتونه باعث کمبود ویتامین دی بشه. عدم توانایی جذب غذا و هضم غذا که یکی از دلایل پوکی استخوان هم میتونه باشه، یک اسید معده است که باعث میشه که غذاها و مواد معدنی هضم نشن و نهایتاً جذب نشن. پس یکی از دلایل مهم هم برای ویتامین دی و هم برای به هر حال برای جذب کلسیم اینه که ما اون اسید هیدروکلوریک در معدمون به اندازه کافی ترشح نشه
و ما چه جوری میتونیم این کارو انجام بدیم؟ خب اون بعد برسه به بدن، اون بعد به بدن برسه. دوست داریم کافی بخوریم قهوه و چای. میشه چه چیزایی مثلا میدونم که خیلی ها دوست ندارن کافی رو کات کنن، ولی چیکار میتونن بکنن که مثلا بالانس بشه؟ اجازه بدید پس راجع به این که چیکارا ما میتونیم بکنیم که بدنمون بیشتر قلیایی بشه بله. و کمتر دچار پوکی و استخوان بشیم جلسه بعد راجع بهش صحبت کنیم. بله لطفاً.